آداب دعا کردن و شرایط استجابتان. گرچه درهای رحمت الهی همواره به سوی بندگانی که صادقانه و مخلصانه او را می‌خوانند باز است و خداوند به آنها وعده پاسخ داده است، اما آنچه برای ما مهم می‌باشد اصل استجابت دعا است. دعا کردن و طلب نیاز از سوی بندگان خداوند شرایطی دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم. سلام، باز هم در یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا در خدمت شما قرار گرفتم. برای حمایت از ما نکست میدیا را سابسکرایب کنید و زنگوله را نیز فشار دهید. همچنین برای ویدیوهای بیشتر ویدیوی ما را لایک کنید و خود را با جهان بیشتر آشنا سازید. آداب و شرایط دعا کردن. 1. حضور قلب. 2. خضوع و فروتنی. 3. امیدواری. 4. شناخت خداوند و اعتقاد به قدرت او و علم او به نیاز. 5. امیدواری به خداوند و قطع امید از دیگران. 6. پرهیز از گناه به ویژه ستم مالی و آبرویی به مردم. 7. گریستن. روایت شده است بین بهشت و جهنم گردنه ای است که کسی از آن عبور نمی کند مگر کسانی که از ترس خدا خیلی گریه کرده باشند. 8. سپاس و ستایش خداوند. 9. ذکر نام های خدا که مناسب دعایش می باشد و نیز گفتن نعمت های خداوند و شکران، بیان گناهان و آمرزش خواستن برای آنها. 10. درنگ و عجله نکردن و اصرار و پافشاری در دعا، زیرا خداوند درخواست کننده ی لجوج را دوست دارد و حداقل پافشاری این است که دعای خود را 3 بار تکرار کرده و خواسته ی خود را 3 بار بگوید. 11. پنهان دعا کردن، زیرا هم فرمان خداوند است که می‌فرماید در پنهان دعا کنید، اجابت کرده و هم از آفت ریا دور می باشد. روایت شده است دعای پنهانی برابر با 70 دعای آشکار است. 12. شریک ساختن دیگران در دعا. 13. با دیگران دعا کردن. دعا در جمع نیز باعث اجابت می شود. بهترین جمعیت برای دعا 40 نفر است. 4 نفر هم می توانند هر کدام 10 بار دعا بخوانند و اگر نتوانستند در جمع دعا کنند. خود نیز می تواند 40 بار دعا کند. 14. تضرع در دعا به همراه قلب خاضع و بدن متواضع. خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد: موسی، هنگامی که مرا می‌خوانی ترسان باش، صورت خود را به خاک آلوده کن و با اعضای مهم بدنت برایم سجده کن، قلبت را با ترس از من بمیران، زنده دل و کهنه لباس باش. 15. صلوات فرستادن بر پیامبر گرامی اسلام و آل او در اول و آخر دعا باعث استجابت دعا می شود. 16. پاکدلی و روی آوردن با تمام وجود به خداوند. 17. دعا کردن قبل از بلا. 18. شریک نمودن دیگران در دعا و قبل از خود آنان را دعا کردن. 19. بلند کردن کف دست ها هنگام دعا. 20. در دست داشتن انگشتری عقیق یا فروزه. از امام صادق علیه السلام روایت شده است: هیچ کف دستی به سوی خداوند متعال بلند نشده است که نزد او محبوب تر باشد از کفی که انگشتر عقیق در آن دست است. 21. صدقه دادن قبل از دعا باعث استجابت دعا می گردد. 22. انتخاب اوقات مخصوصی برای دعا مثل شب و روز جمعه بین ظهر و عصر روز چهارشنبه برای نفرین کردن کفار وقت نماز عشاء، 1/6 اول از نیمه دوم شب، آخر شب تا طلوع فجر بین طلوعین، 3 شب قدر در ماه رمضان که برترین آن شب 23 است،
شبهای احیا که عبارتند از شب اول رجب، نیمه شعبان، عید فطر و قربان و روز عرفه، فطر و قربان، هنگام وزیدن باد، باریدن باران، از بین رفتن سایه ها و ریختن اولین قطره خون مقتول مؤمن، هنگام اذان ظهر و از طلوع فجر تا طلوع خورشید، بعد از نمازهای واجب، وتر، فجر و نماز ظهر و مغرب. 23 مکانهای خاص نیز به اجابت دعا کمک میکنند، مانند رأس الحسین و مکانی که زیر گنبد آن قرار دارد. 24 حالات عالی مانند رقت قلب. 25 طهارت، نماز و روزه. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.